هم خونی سیاهوشه، از خونی سیاهوشه، هم خونی سیاهوشه، از جام سفیدانم، هر جام دمه پوشه، از جام سفیدانم، هر جام دمه پوشه، هم ساری عوض ساریم، هم آتشی زردوشه، هم ساری عوض ساریم، هم آتشی زردوشه، ما آتش زردوشتی ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتی ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خاراییم، دیواری بخارا ز پندار و گفتار و کردار نیک. فریدون فرخ فرهمند شد، خرد پیشگان نیز از راه او برفتند، تا دیر دربند شد. از این سه که سپاس یعنی از این سه بجو راه جنات عدل، رهی که از عدم تا خداوند. مهمان یاران، شوربختانه 45 سال هست که بعد از تازش دیرینه روم به ایران و 1500 سال ساختن تشکیلات منظم تازی که از 1403 سال قبلش به ایران حمله کردن، اینها الان به درجه نهایت خودش رسیده. این خودکشی کردن ها و همدیگر ها نابود کردن ها، یعنی الان ما 45 ساله در با یک جنگ داخلی در میان خودمان مواجهمون کرده جهانخواران، که داریم خودمونو میکشیم هر روز و هر روز داریم از خودمون قربانی میدیم. شوربختانه با این تکنولوژی جدید و مدرن و به ویژه پس از بیماری 2021 که اومد و جهانگیر شد، به گونه احساس، عاطفه، مهر، دوستی و خانواده از هم پاشیده شده و صمیمیت ها مثل سابق نیست. صمیمیت ها همه دیگه واتساپی شده، تلگرامی شده، اینستاگرامی شده و غیره. حتی توی خونه، توی یک اتاق وقتی که خانواده نشسته میخوان با هم دیگه گفتگو کنن، برای هم چت میکنن. این از یک طرف، و از اون طرف هم فقر فکری اندیشه‌ای در میان اکثریت مردم ایران که همچنان در ترس و اضطراب و دلهوره به سر میبرند و همچنان پیرو تازیان اشغالگر در میهن اهورایی هستند و اینها براشون مقدس است و غیره، کار نبرد و مبارزه دشوارتر شده و به همین خاطر بایستی از این بعد لشکر و سپاهیان شورشی
از یک سو شورش، یعنی وقتی که میبینید یک عزیزی رو دارن زیر فشار قرار میدن، خارجی هایی که در ایران الان پست و قدرت و انتظامات دستشون هست، بود برین مداخله کنین، اینا رو بزنین. الان دیگه افشا شد، همونی که من از قبل بارها بهتون گفتم، اینا خود مقامات رژیم افشا کردن که در ایران قوه مجریه رئیسی رها کرده بود مسئله حجاب رو و گفته بود رو حجاب رو برای ما دیگه مشکلی نیست، ولی قوه قضاییه بهش فشار می آورد. بعد همینا جریمه های 15 میلیونی چک تصریب کردن، اینا باش مخالفت کردن و بعد یک سری افراد دیگه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شون در جاهای دیگه با این دو قوه‌ای که در اختیار بیگانگان هستن، یعنی غیر ایرانی ها برش حکومت دارن، که قوه قضایی ایران و یکی پارلمان ایران، یادتونم نره همشون اینا هویت و شناسنامه اولیه‌شون اگر خارجی بوده و نبوده و نیست، بعد اومدن از کشورهای دیگه اسلامی در ایران سکنا گزیدن، از نظر فکری اینا بیگانن با ایران، یعنی ها از نظر فکری جور پرورش یافتن که معیارهای آریایی ایرانی براشون هیچ پوچه و معیارهای بیگانه و تازیان براشون محترمه، و اینها خیلی هاشون در چهره‌های پنهان و مخفی حتی سالیان سال نبرد مبارزه تلاش کردن به عنوان کمونیست، چپ، کنفدراسیونی، و ما نفهمیدیم که آقا این آقای فوکول کرواتی مثلا، ببخشید من اسم میارم، میدونم خیلی از شما روشن فکر نما و به حساب پوز میدید، شاعر و نویسنده و از این موقع زخرفات هستید، ولی همینه که من خواهم این روز رو میگم، نمیدونستید اگر مزدور نیستید، اگر خودتون از باند و حزب 1500 ساله بنی هاشم نیستید، اینی که من خواهم بهتون بگم اگر نبودید نمیدونستید، گوش کنید برنامه رو. اون اینه که مثلا یه شاعری میاد یا گل میکنه و همه جا و هیچی هم نیست یا گل میکنه. آقای پوروالی روانشاد و استاد عباس پهلوان که در لس آنجلس هستن با خود من اینها گفتن که مثلا چطوری اولین بار فردی مثلا به نام آقای احمد شاملو بینا معرفی شد و اینها پوروالی و عباس پهلوان نقش مؤثری داشتن که این بابا رو مشهورش کردن، شعراش چاپ کردن، بعد گذاشتن پشتش. اون موقع فردوسی یک روزنامه هفته نامه خیلی با پرستیژ بود، عباس پهلوان سرزمینش داشت، حالا یهویی رو بردنش بالا احمد شاملو. حالا احمد شاملو کیه؟ احمد شاملو هست سید احمد شاملو، اینا سید رو برداشتن، سید رو شما نگفتن، برای همینه که با فردوسی میاد فحش میده، فردوسی مخالف ایران گرایی است، برای همینه که میاد پادشاهان ایرانی رو بدترین توهینا رو بهشون میده. رادیوی سلطنت طلب ها برای تحمیق شنوندگانشان برنامه‌اش را با شمارش گله ای از این دیوانه های زنجیری زنجیر گسیخته شروع میکرد، میگفت ایران کشور داریوش ها، نادر شاه ها، شاه عباس ها، یک موش. این احمد شاملوز که بدترین توهین به پادشاهان ایران میکنه، فردوسی رو اون کار میکنه. اون سال که جریان برای فردوسی پیش اومد، ایشون اومد یک تورنه، یعنی یک دوره سخنرانی گذاشته بود که در تمام دنیا بگرده علیه فردوسی صحبت کنه، ماموریت سادات تازی که بهش داده بودن بنی هاشم. خب ایشون آمد آمریکا، اما اولین سخنرانیش کرد برای بقیه، من نگذاشتم در رادیو و ایرانمون محکم اومدیم. بعد یارانی که الان خیلی نیستن، خیلی ها هستن، آوردم ایشون رو خط و قاطع به احمد شاملو گفتم اگر بخوای بیای پاریس و اروپا علیه فردوسی نیای من تو صحبت بکنی، ترتیب داده است، نمیذارم. همچنین که وقتی که هنرمند نازنین بانوی عزیز که دوستشون دارم، خودم میبوسمشون از راه دور، خانم پریسا رو، او سالها اومدن اینجا که فقط برای زنها بخونن، گفتم خانم این کار نمیتونی بکن و نگذاشتیم. شاملو هم بین ممنون. حالا شما شاملو میدونستین سیده؟ شاملو میدونستین که در هنگامه ای که شما بینین هنرمندای عزیز درجه یک ما گریه میکنن برای عشق به میهن و کارشون، بعد فردین به خود من میگه میشه من آرزوی آخر نداشته باشم؟ مثل خلبان میبونه که ازش بپرسی میخوای آخری پروازه بکنی، ده باشه بعد اون پرش کردن روی سایت ما هست میتونید ببینید، گفت میشه آرزو دارم آخری پروازه بکنم،
نگذاشتن فردین رو. بقیه همه شما همین چند دقیقه رو ببینید، بزرگترین ستاره های ما رو به گریه انداختن. وقت چطور به احمد شاملوها، ابراهیم گلستان ها باها دادن؟ مسئله مهم رو در مورد ابراهیم گلستان امروز میخوام بهتون بگم. شما این عشق هنرمندان ما رو ببینید که در سانسور بودن و گلپا تا آخرین لحظه در سانسور زندگی کردن و رک داشتن. ببینید عزیزان ما در چنین زجر و عذاب و شکنجه‌ای بایستی از دنیا برن که حتی نتونن یه فیلم بازی کنن، اگرم یکیشون بازی کرده اجازه نمایش نگیره، با قصه دق کنن بمیرن. ولی از اون طرف یک سری این چپول مپولای روشن فکر رو چپ چپ اینا تا آدم مرگ امکانات، راحت، حقوق بازنشستگی، زندگی، گالری مالی، دکون. از جمله ابراهیم گلستانه. ابراهیم گلستان در 100 سالگی مرد پارسال. ولی اینی که میخوام بهتون بگم شما اصلا نمیدونستید ابراهیم گلستان از عضو حزب بنی هاشم هست که از نوجوانی پیش از اینکه خمینی مشهور بشه با اسم اصلیش همین بود، سید ابراهیم تقوی شیرازی. گلستان رو بعد مستعار میگیره بعد از اینکه میره. سید ابراهیم تقوی شیرازی، خمینی هنوز نهضت خرداد 42 اینا شروع نکرده، این میره با خمینی نه تنها ملاقات میکنه که یه فیلم اون موقع میسازه در نوجوانی، عکس خمینی رو میذاره پشت سرش، خمینی رو که هیچ کس نمیشناخته. سازمان یافته است. بعد وقتی که یارو میخواد میگه عکس کیه، میگه این تو نمیشناسیش، میگه میگه این جد منه با افتخار. و تا لحظه مرگش هم تا با افتخار این از این تز دفاع میکرد که خمینی رو اولین کسی بوده که مشهورش کرده. سازمان یافته است. ابراهیم گلستان یعنی سید ابراهیم تقوی شیرازی از همون اول وضع مالیش خوبه، از همون اول نوجوانی در بریتیش پترولیوم کار میکنه در ایران. بریتیش پترولیوم که بی پی میگن. بعد شهبانی میگفت ما میخواستیم سر بعضی رو کلا بذاریم، میگفتیم این بی پی بنزین پارسه، ولی نه، بریتیش پترولیوم بوده، یعنی انگلیس در ایران به این حقوق میداده و این برای اونا کار میکرده. و بعد محفل هفتگی تو خونش داشته. این محفل هفتگی بهتون میگم چیه، شما
اعتراف خودش رو ببینید که اعتراف میکنه خمینی رو ایشون مشهور کرده، خمینی جدشه، خمینی کار خوبی کرده. شما اول انقلاب اون عکس خمینی انگار یه تونل زمان تو خشت آینه که ازش آدم سفر میکنه میره به آینده. این چطور از کجا اومد؟ برای خدا میفهمی من عکس خمینی برداشتم بردم گذاشتم، گفتم که اصلا به من چی گفتم؟ گفتم این عکس اینجا باشه. گفت آقا کیه؟ گفتم آقاست. گفت آقا کیه؟ گفتم چطور نمیشناسی؟ جد منه. گفت آقا کیه؟ گفتم آقاست. گفت آقا کیه؟ گفتم چطور نمیشناسی؟ جد منه. گفت آقا کیه؟ گفتم آقاست. گفت آقا کیه؟ گفتم چطور نمیشناسی؟ جد منه. این در سال 1341 18 سال قبل از اینکه بله رفتم دیدمش من کجا؟ تو ایران؟ نه بلافظه بعد همین داستان سال 42 که این اتفاق افتاده بود من رفتم تو یه روزی سلام کردم یعنی چی؟ بابا درست میگفت دیگه بهش گفتم میشناخت شما رو؟ من شناخت یعنی من که نمیشم بهش من نمیشم بعد جد هم میشم پدر بزرگ هم میشناخت پدر بزرگ هم آیت الله در جعبل بود دیگه مرده بود 1315 که هیچی با آدم من آدم بودتون برسته برس عطب بکنم عموم میشناخت عموم آیت الله بود عموم هم زنده بود که بعدشم پسر عموم شاگردش بود که ازم هستش دیدون هیچ کدوم از شما مهربان یاران تا همین لحظه که سال 2024 و 7762 آریایی میترایی هستیم نمیدونستید که ابراهیم گلستان سید ابراهیم گلستان آیت الله زاده است بچه عموش شاگرد خمینی بوده آیت الله عموش آیت الله و از سال 1342 با خمینی تنظیم میکنه و به عنوان یک عنصر چپگرا وارد جهان سیاست میشه و چقدر آدمای دیگر رو ای به سوی خودش میکشه در راستای ضدیت با فرهنگ و تمدن شهریاری ایرانی و همکاری با استعمار و ایشون سالها از همون سالها یعنی از بعد از کودتای هر چی اسمشو بذارید جریان مصدق و اینها کارمند بریتیش پترولیوم انگلستان در ایران بوده و بودجه پول حقوق خوب در اختیارش بوده که بعدم الان میره تو انگلستان و اونجا زندگی میکنه و اینها کارمند انگلیس و عضو تشکیلات بنی هاشم به رهبری خمینی و خودش داره میگه که اون موقع اصلا خمینی مشهور نبوده اینه که شما باید اندیشه کنید به این سازمان سری بنی هاشم که از 1500 سال پیش 100 سال قبل از زایش اسلام پدید اومد در ایران اهورایی ما برای نابودی فرهنگ آریایی خوب. شهریاری حالا اینی که محفل داشته دختر نازنین ایشون خانم لیلی گلستان من درود دارم به این بانو که این بانو خودش خیلی عذاب کشیده در زندگیش با پدرش یه مصاحبه بلندی بایش انجام شده در ایران این مصاحبه را حتما برید گوش کنید و ببینید تو این مصاحبه خانم لیلی گلستان میناله از دردهایی که از دست باباش کشید خیلی مهمه این و از جمله ایشون چون دختر خانم پاک و ساده و هنرمندی هست یک سری موارد رو لو میده ولی خودش نمیدونه که باباش عضو یک حزب 1500 ساله یه بوده 1500 سال سادات بنیاشون در ایران حزب دارن برای همینه که تونستن روپا وایستن موفق بشن و مرحله امروزی برسن از همون قدیم اینها تا الان دختر سید ابراهیم تقوی شیرازی مشهور به گلستان میگه بابای من از همون موقع هر هفته ظهرای جمعه خونه نهار میداد جمع کثیری 30-40-50 نفر میامدن و میخوردن از ساعت 12 بودن تا 9 شب بعد 9 شب دیگه میرفتن خونهشون کیا بودن اینا؟ اسما رو نمیخوام بیارم همه روشن فکرایی که چپول مپولایی که علیه نظام پادشاهی شب شعر میذاشتن سخنرانی میکردن شعر میگفتن نقاشی میکشیدن که تا دم مرگشون هم غیر از چند نفرشون وفادار بودن به چپول بودن و ضدیت با شهریاری در ایران و سربلندی و افتخار اینا مأموره انگلیس بودن حالا همون 40-50 تایی که می اومدن جمعه ها در محفل
و در حس وی خودش حزب میشه. بعد اینقدر شب شعر اینا میذارن کارای میکنن، بعد اینو بریم ببینید در برنامه که من نمیتونم بینا بپردازم. اینها هر کدومشون یه قطبی بودن اون موقع در ایران، و بعدم هر کدومشون ساخته میشن در خانه بزرگ و ویلایی یک عکاس، یک کسی که نویسنده است و دو تا فیلم ساخته و فلان، ولی اون حقوق بریتیش پترولیوم انگلیس در ایران کار میکرده بر اوناست که حتی تا 100 سالگی هم زندگی میکنه در انگلیس در ناز و نعمت در خانه‌ای که در انگلیس هم داشت، مثل قصر بود، حقوقی بوده که از انگلیس میگرفته. انگلیس هم که گفتن جوک نیست اینا، قصه نیست اینا، برید ببینید. خود ملک انگلیس که مرد اعلام کرده بود که من از تبار شیخ زبیر هستم، شکسپیر، و من نواده محمد رسول الله هستم. این شیخ زبیر هم اون سالهای 1984-5 که غلام حسین سعدی اینجا بود، یک نمایشنامه نوشته بود اوتلو در سرزمین عجایب، بعد می آمدن خونه من اونقا تمرین صبح با هم همکاری میکردیم، نقش داشتم در اون. من اونجا من به از شکسپیر صحبت میکرد و اینا توی اوتلو در سرزمین عجایب، من به غلام حسین سعدی گفتم این میدونی شکسپیر دیگه نداریم اسم مثلش، اصلا شرکش انگلیسی میگیزم نداریم، شکسپیر میدونی که اصلش بوده شیخ زبیر، این یه عربیه که از اول میاد اینجا، و بعد این شیخ زبیر هست که همون قصه های لیلی و مجنون و فلان اینا رو به نام رومئو و جولیت و اینا. خیلی جالبه این، گفتم آره اینا اون سابق اینها با هم دیگه نقش داشتن، همکاری داشتن، همکاری شرق و غرب بوده، روم با ایران بوده. بارها گفتم آقا ام کلثوم دختر امام علی است، ام کلثوم میشه زن عمر خلیفه دوم، برید تاریخ رو مطالعه کنید. ام کلثوم با زن امپراتور روم در تماس بوده که کادو برای هم میفرستادن، با هم در تماس بودن. وقتی دوتا زن با هم تماسن، حکومتاشون دوتا با هم در تماسه که دیگه، برید تو تاریخ بخونید. یعنی اون سادگی که شما دارید از کلتون تا بیرون نیاد، ایران آزاد نمیشه. خب این تشکیلات اینها تا این حد میتونن کار کنن و تا آخرین لحظه هم که میمیره ابراهیم گلستان، اینی که سیاوش اوستا باز پی برد و کشف کرد، هیچ کدوم تا حالا نگفتن نفهمیدن، دنبالش هم نرفتن، همه چیزها هم شنیدن، تو اون نشست هم شرکت کردن. من نمیخوام بگم همه اون 50 نفری که 20-30 سال تو خونه گلستان میرفتن تهران ایران و در چلو کباب خوری جمعه ها شرکت میکردن همه مأمور بودن، نه، مأمور گلستانه، اینا رو میبره اونجا، بهشون خط میده میفرسته تو جامعه، خط میده بهشون، تقویتشون میکنه، بعد باندن دیگه، کتابشو چاپ میکنن، نقاشیشو نمایشگاه میذارن، امکانات دارن بهش امکانات میدن، آقا تو شاعری شعراتی که بده بدم، آقا انتشاراتی رو چاپ کن، آقا فلان، این امکانات اینجوری، امکانات الان هست، این امکانات تا الان بوده و هست و پیشرفتم کرده، اگر پس نرفته پیش رفته. سادات تازی بنی هاشم از وقتی که انقلاب ایران رو اینا پیروز کردن، غربیا در گوادلوپ به پیروزی رسوندن، اینها رو خمینی رو بهش امکانات دادن، همون خمینی که سال 1341 هنوز هیچی نشده، سید ابراهیم تقوی شیرازی گلستان عکسش میذاره تو فیلمش نشون میده خشت آینه و تبلیغ این فرد رو میکنه، و بعد میگم قهرمان بودید، دارش با اومی جنگید، با اونجا با چیه جنگید، تا همین دیروزش گفت بکشید سر میبرید، تا الان دارم سر میبرن، خودشون رو سر میبرن. حالا اینجاست که ما تا ذکاوت و زیرکی نداشته باشیم که سیاست، وزارت اطلاعات امنیت داره، هر سیاستی که خواهد باشه، وقتی وزارت اطلاعات امنیت داره یعنی یک سری از کارها پنهان انجام میشه که تو نفهمی. اگه تو همه چیز رو بفهمی کوچ دیپلماسی نشد، سیاست نشد، که پیشروی نشد، که باید خیلی چیزها رو شما نفهمین، پنهان کنن از شما، مخفی باشه. تا همین الان مثلا این اقتداری که اینا به جمهوری اسلامی دادن، اصلا اون روزی که رجایی رئیس جمهورش کردن، این تئوری رو مطرح کردن، این اصل رو پایه گذاشتن، گفتن آقا ما از این بعد از مقامات جمهوری اسلامی که میخوایم حمایت کنیم، ما یعنی غربی‌ها، باید بهشون فحش بدیم،
فوش خوار مادرم بدیم. من یادم فوش خوار مادرم مات شده. و اونی رو که میخوایم نابودش کنیم باید ازش تعریف کنیم. چرا؟ چون جو فکری ایران ضد آمریکایی، ضد فلان، ضد فلان، ما از هر کی تعریف بکنیم اینا ضد دو میشن، از هر کی بهش فوش بدیم اونا باهش میشن. اونجوریه که ما میتونیم پیشرفت کنیم. رجایی رو شروع کردن ازش آقایی رو احمقه، نفهمه، رفته فلان اینا، او دیدی آمریکا داره بهش بد میگه، پس یاده به خوبی. اینجوری پنهان کاری میکنن. همین نظام پلید جمهوری اسلامی که هست، شما ببینید از روز اول به همه مقامات اینا فوش، درگیری، فلان فلان فلان، ولی بارها خود شخص خامنه ای گفت، گفت ما جایی که امکانش باشه نیروهای پنهان خودمون رو میاریم رو. الان توی بعد جنگ اسرائیل اینها نیروهای پنهانشون آوردن رو. الان که در غرب شما میبینید که نجات پرستی ضد یهودی به حدی رسیده که شخصیت های بلند بالایی مثل برنارد هنری لوی و خود اسرائیل اینها میان میگن اصلا برای ما دیگه محبوب شدن بین مردم مطرح نیست، چون همه ضد اینا شدن. یعنی یه جوی مسلمانه نمیگم، کاتولیک ها الان اومدن میخوان انتقام از اسرائیل بگیرن که آقا عیسی مسیح رو شما کشتین، با بچه خودشون بود عیسی مسیح، خودش بس یهودی بوده. حالا یعنی این جوی که آفریدن بعد الان هم رو کردن. من سالها اینجا میدونستم، میدیدم، میگفتم، بارها منتشر کردم لابی هایی که اینا هست، همین فرانسه گرفته تا تمام اروپا تا آمریکا. تو پارلمان ها دارن، تو شهرداری ها دارن، تو دولت ها دارن. آقا نخست وزیر فرانسه داشت رئیس جمهور میشد، مانوئل والز، و همه پیشینیان خودش، ارباب خودش که خیانت کرد، پشت کرد که بعد بیاد رئیس جمهور بشه. آقا این آقا یه جایی ما سخنرانی بود برای یک عده محدودی از تینک تانک های فرانسوی، ایشون اونجا بود، اومد اونجا گفت سلمان رشدی خودش گفته که رژیم جمهوری اسلامی دیگه تروریست نیست، ترور نمیکنه. البته خیلی خوب شده. این میخواستن نخست رئیس جمهور فرانسه کنن، خوشبختانه همون صحبت اونجا کرد، مطرح شد و رئیس جمهور نشد. اگر اون رئیس جمهور شده بود میدونین چی میشد؟ یکی از حامیان درجه یک نظام جمهوری اسلامی رفته بود. آقا زن یهودی هم گرفته بود به صرف این که آره زنش یهودی و اینا بکنه با پول جمهوری اسلامی زیرکی، ولی خوشبختانه مردم زرنگتر از یرف بودن. بعد که دیگه شکست خورد این آقا، زنش هم طلاق داد. خب این تا این حد حزب بنی هاشم با قدرت و قوت غرب رشد کرد پنهان. همین نخست وزیر پیشین فرانسه که به شما میگم، مانوئل والز، این 18 ساله که هست میاد اینجا ملیت میگیره، اصلش اسپانیایی بوده. وقتی ملیت میگیره پدرش هوادار دیکتاتورای خود اون کارلوس و اینا بوده در اسپانیا و فاشیست بوده. خود این آقا همه مدارکش هست که هوادار سرسخت فلسطینی‌ها بوده، مثل همین الان که یه عده فلسطین رو ازش پشتش می‌کنن، هوادار سرسخت بوده، فکر می‌کرده با اون می‌تونه پیش بره، نرفته با این پیش رفته. حالا اسمش هست کارلوس مانوئل والز، یعنی مانوئل والز که هست مانوئل داره، کارلوس چلو اسمشه که نمیزه مصرف نمی‌کنه. باباش اینقدر چه بوده؟ راست افراطی بوده که بچهش گذاشته بود کارلوس. خب در چنین شرایطی که بنیادگراها در سطح جهان اینقدر نفوذ دارن که کسی تا نخست وزیری فرانسه میتونن بیارن برسوننش، که اگر اون شب اون مسئله مطرح نمیشد که بگه سلمان رشدی هم خودش میگه دیگه ایران تروریست نیست، پایی که همروز داشت میکشت، همروز تو خیابونا قتل عام میشدن بچه ایرانی و و و و اینا، حالا یورش شد. خب حالا نیروهای پنهان اینها زیاده، این نیروهای پنهان الان اومدن رو، الان که اومدن رو در رابطه با همین درگذشت و چی کشتنه، در رابطه با کشتن رئیسی، ما دیدیم که اینی که خود اینا زدن کشتن که دیگه مسجل و مسلم شده بر همه، حالا سنداش هم به شما میگم، این الان اون نیروهای زیر رو رو کردن، شخصیت هایی در جایگاه های مهم جهان
که اینا آمدن روی ماهیت پشتیبانی میکنن. این سی ثانیه شما میبینین این یکی از شخصیت های علمی بزرگ فرانسه است که در ناسای فرانسه کار میکنه. سی‌ان‌رس در فرانسه یعنی ناسا. ناسا خیلی بزرگه و آدم زیاد داره، ولی این سی‌ان‌رس یک مرکز پژوهشی است که این قوی ترین مغزها اونجا هستن. ایشون ببینید میاد میگه که آقا علی خامنه‌ای دیروز هم گفته، میگه علی خامنه‌ای دیکتاتور نیست و بین سران جهان این سره. 42 ساله که وزیر بوده، رئیس جمهور بوده و رهبر، خیلی خوب مدیریت کرده. تعریفی که این میکنه توی ایرانش کسی نیومد ازش بکنه، چون به هر وقتی که رئیس جمهور بود با فلانی درگیر بود، وقتی که وزیر دفاع بود، وزیر جنگ بود، با بازرگان درگیر بود که بود. ولی بابا اومده پرونده این ایشون از همون اول تا الان موفق میپنداره. ببینید چی میگه در مورد. vous êtes spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS. L'Iran c'est une théocratie. Le guide suprême c'est l'ayatollah Ali Khamenei. Le président et le guide étaient très proches. Ce qui est intéressant avec Khamenei et Raisi, c'est deux personnages qui étaient très proches l'un de l'autre. Raisi, en fait, n'est pas un théologien, c'est pas un idéologue, c'est pas un intellectuel, c'est un apparatchik. C'était un excellent fidèle de serviteur de l'État, de l'administration. Un très bon. Ne pas l'oublier qu'il est guide depuis 1989. Et il est ministre pratiquement depuis la Révolution, depuis 1979. C'est un homme qui a 85 ans. Hein. 85 ans, mais il est toujours bonne tête, bon œil, les idées claires. Et c'est l'homme politique au monde qui a la meilleure expérience politique. Je ne pense pas qu'il y ait au monde un autre chef d'État qui règne depuis autant de temps, c'est ça ? Qui a depuis autant de temps, un pays qui n'est pas rien, avec tant de guerres, tant de difficultés, tant de problèmes, et il l'a géré de façon, à sa façon, mais de façon cohérente. حالا در رابطه با رئیسی هم که خب خودشون دیگه همه گفتن، اول اینکه اول از همه رهبر جمهوری اسلامی در دو مرحله که لااقل من دیدم خودش اومد گفت که آره اینو کشتنش، کشته شد به هر حال اینا، ولی ما ازش بهترین استفاده رو میکنیم، ما ازش بهترین استفاده میکنیم. یکی نبیه بری وقتی پیش ایشون بود اینو گفت، در همین 300 پیامی که براشون اومد از سر تا سر دنیا و بیش از 100 نفر شخصیت های جهانی از حالا پایین اومدن اونجا بود، حالا تو برو هر چی خواهی بگی، به فعال کرده اونشو. ما خودمون 4 تا با هم نیستیم، هر روز داریم به همه فاش میدیم، تمام نیرومون ما گذاشتیم که یارو خارجیه که هیچ کی نیست، فاطمه سلطان یا کلفت یا نوکر یا یک اینا داریم بند میکنیم که اصلا نمیریم در روشنگری مردم ایران حزب بنی هاشم 1500 تا کار کنیم. یکی به اون گفت، به نبی بری جلو، یکی دیگه به نوش، نوه رئیسی، میگیره نوه رو تو بغلش، پسر دختر رئیسی رو، و بعد خیلی جالب این تیکش رو پخش نکردن. پسر میگه که عمو نمیدونم چی میگه، چرچیل کی بود مگه؟ میگه چطور؟ میگه میگن شما چرچیلی، یعنی علی خامنه‌ای چرچیله، بچه 10 ساله، این بچه گل میبینیدش، بچه 10 ساله، چرچیل. بعد ببین چرچیل به بچه چی جواب میده، میگه با بزرگی تو آدم چیزی بود خیلی خوب، ولی ما استفاده خوبی میکنیم از مردنش، از جنازش استفاده. از بهترین عناصرمون در زیر این آسمان رو از دست بدیم، یکی از بهترین ها رو از دست بدیم، چاره نیست، اینا رو باید تحمل کرده. ما شخصیت برجسته ای رو از دست بدیم و برای ما سخته، ولیکن تو این سالهای متمادی ما از این حوادث سخت همیشه استفاده کردیم، همیشه استفاده کردیم. هر کی باشد در زمان در مقابل ولی و منویات به خطوط قرمز امامت و ولایت ایستاد، خط قرمز عبور کرد، میخواد هاشمی باشد، میخواد مصلحی باشد، میخواد احمدی نژاد باشد، میخواد روحانی باشد، میخواد دیگری باشد، آقای رئیسی باشد، آقای رئیسی باشد، آقای رئیسی باشد، هر کی عبور کرد زدی. این حق چی به شما داد که بزنید؟ بعد دیگه کشتنش، الان کسی بیاد بگه که آقا توش آتش گرفت، تیر خورد نخورد، رگبار بود، تو اون ما ولش کن. حتی مادر پیرش، مادر 90 سالش رو بستر با چرخ جا به جاش میکنن، مادرش حتی فهمیده که رو کشتن. اینجا
شاید نشنوین چون همه تون اینو گوش کردین نفهمیدین. بعد روش نوشتن. حالا بهتون بگم چی میگه. میگه اگر خدا تو رو نکشته، کشته بشن اونایی که تو رو کشتن. حالا اگر خدا رو میگه که برای احتیاط، میگه کشته بشن اونایی که تو رو کشتن. یعنی مردی که پوفیوزه، واقعا این دیگه باید فوش داد. ببخشید ها، من قرار شده مؤدب باشم با همه آقا بگم فلان اینا، ولی این علم الهدا که این همه پلیدی به خرج داده تا یه سالها، این همه سخنان نامرموت در رابطه با تاریخ، فرهنگ، تمدن ایران عقورایی گفته که امیدوارم ایشم شربت شهادت بخوره. ببینید چی گفته. گفته من آرزو دارم همه سران رژیم شهید بشن. خب خودت یکیش هستی، امروز فردا تو هم شهید بکنن، مردم شاد میشن. علم الهدا اینو گفت. بعد علم الهدا رو میگن ریختن خونش. علم الهدا الان دیده همه پشماش ریخت، پشماش ریخت همه اون قدری. حالا علم الهدا هم اعتراف و اقرار کرده که اینو کشتن. اصلا مهمتر صحبت های رضایی. رضایی میدونید که معاون رئیسی بود، بعد این همین آقای محمد مخبر بایی که با هم دوتاشون تو حزب منصوریون بودن، منصورون تو یک گروه تروریستی بودن منصورون، ولی همین آقای مخبر رضایی رو بیرون کرد از کادر دولتی رئیسی، گفت یه وقت کلش خرابه. حالا این اومده میگه دستاورد خوبی بود این کشتنش، دستاورد خوبی بود. شهادتشون یه بار دیگه اون روح اخلاقی معنوی رو به جامعه ما برگردوند و در کنار اون همه تلاشایی که کرد. جالبه که خامنه ای که دیدین، خامنه ای میگه که از عناصر ما بود. عناصر رئیسی رو نمیگه که از شخصیت داوید اون عناصر بود. اون فرانسوی که وقتی گفت این کارمند خوب بود، هر جا میذاشتی رئیسی کارمندش میگن. حالا آقای مدداهی، این مدداهی خیلی مهمه. طرف از مدداهای نزدیک به رهبری است که گفت ما رفسنجانی هم باشه میکشیم، رئیسی هم باشه میکشیم، روحانی هم باشه میکشیم، ولی روحانی خیلی زرنگه، جیمز باند، خودتونش سالم نگه داشت. آقای مدداهی علنا میگه که بله. ببینین یارو آقای که میخوای رئیس جمهورش، یادت باشه همه نیروهای نظامی و انتظامی و امداد در اختیار رئیس جمهور ما بود، اما خداوند برنامه چید که اینها ساعتها بخوان بگردن تا اونجایی که غریبان افتاده پیداش کنن. ببین آینده تو چون خواهد بود، حواست جمع. از همینا جالبتر یارو مموتی احمدی نژاد میگه آقا اینا خودشون میکشن، خودشون از لس ترهیم میزنن. چه نظامی مردم شما از چنین پشتون میکنی؟ کیه این نظام؟ چیه؟ شما از چی دارین میرین روزه و نماز و تعذیب، بر چی میرین؟ خودشون میکشن و بعد خودشون رو مراسم عزاداری میدونن و بعد هم دیگران رو متهم میکنن. بعد دیگه برای نخستین بار، این مهمه، برای نخستین بار مشتبه وارد شد. الان میبینید مشتبه برای نخستین بار وارد شد، ولی یارو که به اصطلاح مشاور و از سالها پیش تو دفتر خامنه ای بوده، رفیق جنجونی مشتبه است، مغزی عضو مجلس خرگان خبرگان اینا، آمد بعد سالها مشتبه رو مطرح کنه، آبروی مشتبه رو برد. وقتی شعور نیست آبروی یارو اومد برد، گفت آقا من الان پیش مشتبه بودم، مشتبه گفت وقتی که ابراهیم رئیسی کشته شد من استخاره کردم، قرآن وا کردم، یه آیه اومد، آیه 574 مال سوره هود، که ابراهیم میگه که وقتی که اون ترس ازش بیرون رفت و بشارت بهش داده شد، این دیگه خوشحال شد. اصلا چه ربطی داره به رئیسی؟ من علوی مشتبه خامنه‌ای واقع شد. خب من نگران بودم، تفاعلی زدم، ای آیه آمد فلما ذهب عن ابراهیم، اسم ابراهیم ار رو، یعنی وقتی ترس از او رفت
شجاعت البشر در مورد جنگ نگران رفتی حتی سه وقتی از فرومیانه میگم نه نی اینجوری خب شما تعبیر بو آیه اینا که می اونهایی که قالو رکنن لا ثم استقامو موقع مرگ ملائکه میان نترسید و بشارت آیه هم داره من ترس از ابراهیم رفت و بشارت این آیه مربوط میشه به این که ابراهیم حالا قصهش زیاده من نوشتم تو کتابم بریم بخونین آیه رفت ابراهیم میره خانم سارا زنشو میده به عزیز مصر چون گفته اگه زناتون نه دختراتون و خواهراتون برین پیش من بدین من بهتون گاو گوسفند جوجه و چلو چیز میدم و از مالش خراب میشه ابراهیم همین ابراهیم که هامون داروش مهرجویی که دخترش برایش مجلس گرفته بود پریروز هامون نشون داد آفرین مهسا کار خیلی خوب کرد هامون 40 سال پیش 30 خورده سال پیش اومد گفت ابراهیم کیه چیه جریان میگین به چشم میخواسته بکشمون همین ابراهیم ابراهیم میاد تمام دختر میگه که این زن من خواهر من بوده من گرفتمش میده به عزیز مصر تو کتاب مقدس نوشته شده بر اساس کتاب مقدس میده بعد عزیز مصر به این کادو مادو میده خر و الاغ و گوسفند و اینا از جمله یک خانم هم میده چون ابراهیم نمیتونست کار بکنه با سارا اسماعیل به دنیا میاد از اون طرف سارا میبینه خواهر مادر آوردنش توی یک دربار انداختنش گیر دو سه هزار تا زن داره تا سال یه بارم دو سال میبینه باز میاد میگه آقا احضار میکنم میگه قربان من مریضم سیدا دارم ایدز دارم من نگاه پادشاه اگه با من بخوابه میمیره مریض میشه اینا نگاهی خونریزی و خونریزی منم فرق میکنه و اینا شاه میگه آفرین حرف خوبی زدی فرعون مصر آزاد یه آزاد میشه بوده بوده میاد تو صحرا میاد میرزه خونه ابراهیم میبینه ابراهیم یارو دختری زن حامله میگه خواهر مادر همین ثروت ما رو میبره که نشد اینجاست که بشارت میده یه روز که ابراهیم بیرون از بیرون وارد میشه دم خیمه میبینه که سارا وایساده داره میخنده بعد دوتا جوون هم از میان بیرون بعد عصبانی میشه که دوتا جوون چی میخوان اینا بعد دوتا جوون میان میگن بشارت بهت میدیم تو دارای فرزندی میشی سارا حامل است این بشارتشه یعنی خانمش رو حامله کردن و مثل بقیه اونا یکیه این بشارت آیه که مجتبی یارو کی آورده بود خب بعد این میگه ما بر اساس آیه که نوشته شده اینا معنیش اینه میگه آره بعد از این بشارت و ترس ازش پرید ما بهش گفتیم برو با قوم لوط مذاکره کن این هم کار رئیسی بود قول رئیسی که ماز رفت کجا با قوم لوط مذاکره کنه قوم لوط میدونی جنش چی بود لوط یعنی لوات قوم بودن که لوات کار بودن یک دو تا واسه هم بینا مالت میگن فرشته یه الهی قمشه نوشته بود فرشته من بهش زنگ زدم گفتم مردک تو قرآن ترجمه میکنی که میگه دو نفر کجا میگه ملائکه تو منسی ملائکه ترجمه قرآن گفت از همین بدبختی ها من ناراحتم الان کلم درد میکنه فلان بابا همین حسین قمشه یا بابا همین حسین قمشه من پلیسونو بهش زنگ زدم وقتی اینا دیدم اون موقع فهمیدم اینا حالا میگه که آره بعد ما فرستاده میشی ابراهیم ببره با اونا با این لواتکارا مذاکره بکنه که چون با این کلو تا گفته بود بیان دخترای ما رو ترتیبشون بدین باشون چه بخوابین ولی دو تا رو ول کنیم مال ما اینا فرشتن اینا ملائکه برای ما فرشته خودمون خب این آیه قرآن که آبروریزی دو تا کار جنسی است این یارو که عضو خبرگانه اومده میگه که مشتاق اولین اظهار نظرش که پخش میشه چون رهبر دیگه از این بعد ایشون رهبر مشتاق خواهید دید یک کسی هم رئیس جمهور میشه که جدید باشه جوان باشه این پیرپاتالایی که همشون چیز هست و اینا هیچ کدوم به ریاست جمهوری نخواهند رسید یک کسی خواهد بود که در همین طیف چند هزار نفره که چون 20 سال آموزش داده بهشون درس داده مشتوا شاگردش بودن البته جلیلی هم شاگردش بوده همین یارو که خیلی افرادی که شما الان میبینید که اسم نمیارن از مشتوا اینا پای درس مشتوا میرفتن سالیان سال یعنی تیم خودش ساخته حزب پایداری جبهه پایداری حزبشه حزب علنیشه خب احزاب دیگه هم دار
حالا اینا همه رو شما داشته باش، بعد ببین که چی میشه. از همه قشنگتر توی جریان رئیسی حرف آقای حسین الله کرم هست. حسین الله کرم باز یه رازی مهم رو افشا کرده. اول اینکه میگه خمینی ما رو میفرستاد رو مین ما کشته بشیم. ما یه روز رفتیم پیشش گفتیم آقا ما بریدیم دیگه، نمیتونیم به روی مین ما کشته بشیم. بعد میگه این از ازل نوشته بود است که شما باید برید، برید روی مین پدر سوخته. بعد میگه هزاران هزار بچه ما رو کشتن رو مین. بعد میگه مثال میزنه به رئیسی، میگه رئیسی رو میخواستن بفرستن رو مین و فرستادن رو مین، یعنی کشتنش. الله کرم هم اینو میگه دیگه. حالا یه رژیم اگر مونده یادتون نره، اگه الان میان علنی میکنن چون میخوان رهبری مشتبه رو اعلام بکنن در سطح جهان که اینها همه جا نفوذ دارن، میلیاردها دلار پول ایران تا یه سال همه جا آدم خریدن، همه جا همه جا چارت سخن اگر زبان باز مونده اینا رو همه رو میبندن، همه زبانها رو میبندن، خواهید دید تبدیل به یه قدرتش میکنن تو منطقه همون کربند سبزی که کسینجر رو اینا میگفتن. اینا چون نیازمندن که با این تئوری، با این اسلام که چند میلیارد نفرن روی کره زمین، اینها جهان رو که فتح کردن بهتر برن جلوش. برای اینا یک اسرائیل کوچولی برای اینا مطرح نیست، چون یهود که پراکنده است در جهان داره زندگی میکنه، برای اینا اون مطرح نیست. متوجه میشین؟ اینو فکر کنین بهش، مسئله مهمه. اینها میخوان بازار جهانی داشته باشن، جهان خاران هستن. برای اینها جهان چند میلیارد نفری مشتری مهمه، خصوصا که پول عرب در نظم نوین جهانی نقش مؤثری داره. الان عربستان سعودی است که محمد بن سلمان هم با ذکاوتی که داشت اومد اسلام بنیادگرا اینا رو گذاشت کنار، الان نقش مهم رو در رهبری جهان عربستان سعودی داره. این شما شک نکنید، عربستان سعودی است که اگر بکشه از پشت آمریکا بیرون، آمریکا نابوده، از پشت اروپا بکشه بیرون، اروپا نابوده. پولی که تو این دو تا کشور هست پول نفت عربستان سعودی است. حالا برای که بفهمید که اقتدار ایران، اقتدار یادگار ارتش شاهنشاهی ایرانه، شما به این صحبت‌های آقای تیمساز سیاره گوش کنین که یک افسر امیر تیمسار آموزش یافته دستگاه شاهنشاهی چگونه چند سال پیش از اشغال نظامی سه تا جزیره تنب بزرگ و موسی و غیره جلوگیری کرد با یک ذکاوت آریایی. شایعه شده بودش که این شیخ های خلیج فارس حالا میخوان حمله کنن جزایر سگانه ما و اینا. در اوج اون شایعه ها شما یه پلیتیکی زدید، یه حرکتی زدید با کمک خانواده با هلیکوپتر. بله. ازش برامون میگین. اصلا این هم من نگفته بودم، یکی دوستانی که همکار ما بود این رو لو داده بود به قول معروف. هر شود که یه دونه پیرمردی توی شهرک عرب نشین بود، موسی زندگی میکرد، کت خدای اونها بود. اما جاسوس دو طرفه بود، هم برای ما خبر می آورد هم برای اونا خبر می آورد. ما می دونستیم چی بگیم که اون بره چی بگوید و چه جوری ماجرا. این ماجرا حالا زندگی اونا چگونه بود و اینا دیگه حالا بحث جداست. ما اومدیم روزه اول گفتیم که برای اینا یه خبر ببره، برای اینا وای خود اینا تو اینا خلاصه مسئله را بیفته. گفتیم که شما شایع کنید که اینجا یک فرمانده آوردن براش به نام شیخ جابر الحبیب آل سیار، بر وزن همون اسمی که اونا میگن دیگه، و شده فرمانده جزایر تنب بزرگ و کوچک و بوموسا و سیری و لوان. اینو ما گفتیم، اینو برد به استخبارات امارات. اینا 6 ماه دنبال شیخ جابر الحبیب میگشتن. اما اون ماجرایی که شما میفرمید تو همون ساله 71-73 بود که این عملیات روانی شدیدی انجام میدادن که مثلا چون ما اینا ادعا که کردن بنابرای فرمان ما یک لشکرکشی بسیار عظیمی در جزایر انجام دادیم، هم نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بودن، هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، هم بسیج بود، هم نیروی انتظامی بود، از همه نیروها اونجا بودن که من میگفتم اینجا ستاد کل نیروهای مسلح است. به طریقی که حرکت ما که نسبت به جزایر دیدن، تمام اون سرمایه گذارانی که توی اون شهرهای برج‌های شیشه‌ای بودن همه رفتن. بله. گفتن اینا دارن میان. بله.
اینا دارن میان بله. از موسی هم ببر میکنن میان جلوتر دیگه، حالا ما ماندیم همونجا دیگه. منتها این مطلب یه عملیت روانی بزرگ اینا انجام میدادن غیر وسایل ارتباط جمعی بله به کمک اونها. ما اون موقع مثلا ماوار و تلفن و تلویزیون و اینا که نبود که، و یه تلفن خطی بود یکی دو تا مثلا سال 71 نبود بله، رادیو البته بود که اخبار میگرفتن از طریق رادیو، خیلی میگفتن که رادیو جو رادیو ما هم رادیو خود ما هم اونجا ضعیف بود و این رادیو اونا خیلی میگرفت و بچه ها بالاخره یه مقدار بعضی ها تحت تاثیر قرار گرفته بودن از بومی ها بله از بومی ها و بعضی ها خود تحت تاثیر بودن. یه مقداری جو روانی خوب نبود که میگفتن امشب دیگه حمله میکنیم، فردا شب دیگه حمله. ما هرچی میگفتیم ببخشید اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، ما اینقدر اینجا توانمندیم که هر کسی بخواهد، دستورم گرفته بودیم که چگونه باید کار کنیم و هر کسی بخواهد تعدی داشته باشه خلاصه حساب کتابش با خودشه. ما به خودم اطمینان داشتیم، اما این جو روانی بالاخره توی بعضی ها وجود داشته. من دیدم یه روز دیدم خیلی جو خرابه، بعد در مورد منم صحبت میکردم میگفتن این جانبازه خودش میره زمان درگیری. خب و منم توصیه میکردم میگفتن خیلی تو بسته بیا برو مثلا، منم گفتم باشه حالا من حساب کتاب خودم دست خودم. کی توصیه میکرد؟ بعضی ها، بعضی از پزشکا مثلا میگفتن تو شرایط مثلا جسمانی خوب نیست میتونی بیای اینا. تو خود بوموسی آها بله گفتم بیا عقب. من یه روز اون موقع وسیله ارتباطی من یا بالگرد میومد هواپیما، من روز اونجا نشسته برخواستم فرودگاه در دست تکمیل بود و گاهی هم شناورا میومدن، یه بالگردی اومد و خلاصه کاری انجام داد و تو برگشتش من با بالگرد برگشتم. من برگشتم اون تا عصری شایع این بود که امشب حتما حمله میشه، فرماندهم فرار کردم. ما اومدیم خونه و رفتیم نهارم خونمون موندیم و باشخانه بودیم، باشخانه بریم سفر. اومدی خود همیشه همراه ما بوده، چون واقعا همیشه همراهی کردن بله. با ما شرایط سخت رو تحمل کردم، زندگی رو چرخوندم، اسباب کشی کردم. من 14 بار تو زندگیم اسباب کشی کردم، 14 بار همش اون انجام ده، من کجا بودم؟ خب ببین با این وضعیت گفتیم بریم مسافر کنیم. بریم اومدیم، بعد من لباس نظامی تنم گفت لباسات چرا عوض نمی کنی با لباس شرقی؟ گفتم حالا اینجوری بریم بشنزن اومدون مسیر. آمدیم سوار ماشین شدیم، خب کجا میری؟ گفتیم داریم میریم فرودگاه این ور بودن، فرودگاه هوادریا میره، چون فرودگاه هوادریا این ور، فرودگاه کشوری اون ور. اون فرودگاه هوادریا رفتیم سوار بارگر شدیم، کجا میریم؟ هلیکوپتر سوار شدیم و خلاصه بچه‌ام خیلی خوشحال میشن سوار هلیکوپتر بشن. رفتیم بوموسا نشستیم، بوموسا که نشستیم انگار که آب ریختی روی عملیات روانی که این چی شد. رفت با خانواده برگشت یه مدت اونجا زندگی کردیم، خیلی هم خوب بود. بچه‌ها میرفتن تو ساحل بازی میکردن، دریا رو میدیدن، ماهی خوب میخوردن. چه عملیات روانی. پایان برنامه امروز با بوسه بر گونه های همه شما مهربان یاران و سپاس از برادرم امیر شجره و مرجان جان عزیزم و همه شما مهربان یاران که میشینید میبینید، پیام های سپاس شما میرسه. اما یارو روز گفته بود که آب تو تشکر میکنی چون تشکرات من رو نمیگی. سپاسگزارتون هستم، اینقدر پیام های مهرآمیز شما زیاده که خودتون ببینید نمیشه هم تک تک جواب بده. از همه سپاسگزارم، میبوسمتون، شاد و خوش و پیروز باشید. ایران سربلند در دراز مدت هم که شده آزاد میشه، چون اول باید فکر آزاد بشه، آگاهی باید باشه، چون آزادی بعد از آگاهی میاد. تا وقتی خر مقدس و ننه و عمه و بی بی وفات مباسته تک 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 وضعتون خرابه. شما ببینین یک آدم در ملأ عام در جلو پلیس امریکا تهدید به قتل میکنه با سلام سلامت ما بدبخت شدیم که تا این حد دشمنانی که بر سرزمین ما حاکم هستن اقتدار داره تو آمریکا
داره تعدید به قتل میکنه برش میکنه بدرود. به نام نامیه یزدان پذیرا میشوم مهر تو را از جان، تو را من برگزیدم از میان این همه خوبا، این همه خوبا، بوم خوبا بابا خوبشو بردی، خانم خوشگل شهر امشب عروسی داره. دفترهای نفیس پیوند زناشویی به سبک آریایی برای جاودان نمودن جشنهای عروسی خود و فرزندانتان از اسناد بسیار زیبا و نفیس و شیوای پیمان نامه پیوند زناشویی به سبک آریایی اثر سیاوش اوستا به زبانهای پارسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی بهره ببرید و هر کجای جهان که هستید برای انجام مراسم از استاد سیاوش اوستا دعوت کنید. تلفن تماس در امریکا 818-232-0778 و در اندوه و شادی، دارایی و نداری، تندرستی و بیماری، شکست و پیروزی، ناکامی و کامیابی، یار و یاور و هم و همراه و همزمان و هم آبا باشد. پیوند زناشویی به سبک آریایی، پاسداشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است.